سلام دوستان به کانال یوتیوب و من خوش اومدید من سعید هستم و اینجا برای براتون ویدیوهایی در رابطه با برنامه نویسی کد نویسی به الگوریتم ها آماده میکنم اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان این کار رو انجام بدید تا هیچ کنون از ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید امروز قرار رو با هم دیگه یکی از جذابترین الگوریتم های مرتب سازی یعنی مرتب سازی ادغامی یا مرج رو با هم دیگه بررسی کنیم و از طریق جاوا اسکریپت کنیم قبل هر چیزی بیاد اصلا ببینیم الگوریتم مرج سورت یا همون الگوریتم مرتب سازی ادغامی اصلا چیه و چجور چی کار میکنه مرد سورت یکی از الگوریتم مرتب سازی قدرتمند و پایدار هستش که از روش تقسیم و غلبه یعنی از دیوایت ان کانکر استفاده میکنه ایده اصلی این الگوریتم اینه که آرایه رو به صورت مکرر به دو بخش تقسیم میکنه تا زمانی که هر بخش تنها شامل یه عنصر بشه سپس این بخش های کوچیک رو به ترتیب مرتب میکنه و دوباره با هم ترکیب میکنه تا به یه آرایه مرتب شده برسه خب بیاید که این الگوریتم مرج رو از طریق جاوا اسکریپت با هم دیگه پیاده سازی کنیم <applause> ما از طریق ویس کود یه فایل script.js درست دا میکنیم و شروع میکنیم به نوشتن کد همون ما با این یه فانکشنی بنویسیم واسه ادغام دو تا آرایه مرتب شده قبل هر چیز یه فانکشن شروع کنی به نوشتن اسمش رو می‌ذاریم مرج که دو تا ورودی داره یه لفت و رایت right. یه متقه باید داشته باشیم که اه، اه، اناسوره یعنی در واقع یه آرایه باید داشته باشیم که اناسور رو مرتب شده رو داخلش قرار بدیم اسمش رو میذاریم مثلا sorted sorted array که یه آرایه خالیه در ابتدا بعد دو شاخص نیاز داریم که یکی برای پیمایش آرایمون از سمت ش... چپ یکی برای پیمایش آرایمون از سمت راست دو تا متغیر تعریف میکنیم اسم شما مثلا میذاریم left index که <coughs> توی این لفت ایندیکس دفعه اول صفره یه متغیرم برای رایت داره رایت ایندیکس که اونم مساوی صفر قرار میگیره این دو تا متغیر در واقع برای پیمایش آرایه بود از سمت چپ و راست قرار اضافه بشه بعد ما باید عناصر دو تا آرایه رو با هم دیگه مقایسه کنیم و بعد از مقایسه شون اونا رو به آرایه مرتب شدمون دوره اضافه کنیم از سر دون واید با واید و که میگیم لفت تا زمانی که لفت ایندیکس کوچکتر از لفت این در واقع طولش طولش بود و رایت ایندیکس کوچکتر است <تصفح> رایت داد دوباره طولش بود تو بیا این کار رو واسمون انجام بده چه کاری؟ اول یه شرط می نویسیم که اگه عنصر فعلی آرای چپ کوچیک‌تر در واقع میگیم اگه عنصر فعلی آرایه در واقع میشه if left لفت index کوچکتر از رایته. اه, رایت رایت index بود <applause> تو بیا چیکار کن تو بیا در این صورت ما باید اون رو در واقع آرایه چپ رو به آرایه مرتب شدمون اضافه کنی و یه شاخصه یعنی در واقع شاخص آرایه چپمون رو یکی بهش اضافه کنی آرایه مرتب شدمون که سورت آرای هستش میگیم پوش کن داخلش چی رو پوش کن داخلش لفت لفت ایندیکس رو بعد با این از اون هم که دوباره باید بگیم لفت ایندیکس پلاس پلاس در غیر این صورت یعنی دقیقا برعکس بالا ما باید چون شرط برقرار نبوده و در غیر این صورت باید عنصر فعلی آرای راست رو اضافه کنیم دقیقا مثل بالا سورتد اری دات پوش کی رو پوش کن دقیقا مثل بالا میگیم رایت رایت رو بعد سرم رایت ایندیکس رو یکی بهش اضافه میکنه خب بعد این کار رو که انجام دادیم ما باید عناصری که باقی موندن رو به آرای نهایی اضافه کنیم و نهایتا آرای نهایی رو برگردونیم از طریق کانکت ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. و یه ریترن کنیم اینجا میگم ما چی رو ریترن کن ریترن کن سورتد رو و کانکت کد بهش چی رو کانکت کن در واقع باید بگیم که Uh, left داد slice uh, left index درسته دوباره بعدمون باید با این رایت هم بهش کانکت کنیم دوباره کانکت این دفعه چی میگیم رایت داد سلایس ارزم بزرگتون رایت Index. خب ما توی این نشن عناصری که باقی موندن از سمت چپ و راست رو دوباره به آرایه اصلی یعنی دوباره به آرایه مرتب شده اضافه میکنیم و نهایتاً آرایه رو برمیگردونیم یه بررسی کلی دوباره این تابع رو انجام بدیم در واقع توی این فانکشن یا متد دو تا آرایه مرتب شده رو میگیریم و به صورت خط به خط عناصرشون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و به ترتیب توی یه آرایه جدید قرار میدیم <applause> این مقایسه و اضافه کردن عناصر رو تا زمانی که یکی از ها خالی بشه ادامه میدیم و بعدش عناصر رو که باقی موندن توی هر آرایه‌ای رو به انتهای آرایه مرتب شده اضافه میکنیم و نهایتا آرایه مرتب شده رو برمیگردون خب الان بیان که فانکشن اصلیمون یعنی مرج سورت اصلیمون رو اینجا یه فانکشن درست میکنیم اسمشو میزاریم می مرج سورت که یه ورودی داره در واقع یه عره بگیر توی بدنه فانکشن اصلیمون قبل از چیز ما یه شرط میذاریم که اگه طول آره کمتر یا مساوی یک باشه اصلا دیگه نیازی نیست به مرتب سازی همون آرای اصلی رو برمیگردونی پس میگی میفه عره دا طولش کوچکتر و مساوی یک باشه تو بیا ریتن کن اره ای رو به ما باید آرایه رو به دو بخش تقسیم کنیم قبل هر چیزی ما باید شافت سمیانی آرایه رو محاسب کنیم در به وسط آرایه رو پیدا کنیم به ما تعریف میکنیم اسمشو میداریم میدن به طور مثال ایندیکس توی میدل اندیکس ما سر مستاد فلور که روند باشه میگیم بیا چیکار کن بیان ارهی که تو ورودی داریم داد طولش تقسیم بره دو از طریق این ما در واقع شاخص میانی آرایه رو پیدا کردیم و توی متغیره میدل اندیکس قرار دادیم بعد ما باید بخش چپ آرایه رو در واقع از ابتدای آرایه تا شاخص میانی از هم دیگه جدا کن که اینجوری مینیسی میگی واقعا یه متعرض ظرف میکنیم اسمشو مثلا میذاریم رفت اره که مساوی چیه میگیم اره که داریم رو بیار داد سلایس کن از ابتدای آرایه تا شاخص میانی آرایه پس گفتیم که بخش چپ آرایه رو از ابتدای آرایه تا شاخص میانی آرایه از طریق سلایس جدا میکنیم و بخش راست آرایهمونم یعنی در واقع کانست رایت اری رو میایم در واقع باید واسه بخش راست آرایه میشه از شاخص میانیمون تا انتهای آرایه پس اینجا فقط کافیه بگیم array dot سلایس میدل ایندیکس وقتی که میدل ایندکس رو بهش بدیم در واقع از وسط آرایه تا انتهای آرایه رو واسمون جدا میکن بعد اون ما باید یه فراخونی بازگشتی از فانکشنی که توی بالا نوشتیم داشته باشیم تا نتایج رو با هم دیگه ادغام کنیم خب بعد اون ما یه ریترن میکنیم میگیم چی رو ریترن کن در واقع از فانکشنی که توی بالا نوشتیم مرج و توی مرج قرار دو تا ورودی بهش بینیم پس میگیم مرج سورت چه ورودی داره مرش سورتمون؟ لفت array و دوباره سورت این دفعه چی رایت اره خب پس اینجا به صورت بازگشتی در واقع فانکشن مرش سورت رو واسه هر بخشمون فراخانی میکنیم و نهایتا نتایج رو با هم دیگه ادغام میکنیم ببینید تو این فانکشنال تا چک میکنیم که اگه طول من کمتر یا مساوی یک بود همون آرایه رو واسه اون برگردون چون اصلا نیازی به مرتب سازی نداره بعدش آرایه رو به دو بخش تقسیم کردیم در واقع لفت اری و رایت right اری بعد به صورت بازگشتی مرج سورت رو واسه بخش اجرا کردیم و نهایتا با استفاده از فانکشن مرجی که توی بالا نوشتیم دو بخش تب شده رو با هم دیگه ترکیب کردیم خب بیا ما تست بزنیم ببینیم که اوکی یه آرایه تعریف کنیم اسم شما مثلا بزنیم سامپل اره و مساوی مثلا عدد مثلا چه 38 27 43 سه نو هشت دو رای یه خب بعد اون یه کنسول دادلاگ میزنیم و توی کنسول دادلاگ میگیم آقا فانکشن مرسورت سورت رو اجرا کن و چی رو بهش میدیم سمپل ای رو یه یعنی نگاه کلی بندازم به ظاهرن که اوکی ما ذخیره میکنیم و ران میکنیم فانکشنی که نوشتیم خب همونطور که میبینید 3 9 10 27 38 43 و 82 فانکشن مرج سورتمون یا هم مرتب سازی ادغامیمون داره به درستی کار میکنه. امید بچه ها مرتب سازی ادغامی یا مرج سورت فهمیدید که یکی از کارآمدترین الگوریتم های مرتب سازی هستش که با پیچیدگی زمانی ON این عمل میکنه و در واقع استفاده از این الگوریتم توی پروژه های بزرگ می‌تونه واقعا به بود عمل کرد و سرعت اجرای برنامه خیلی کمک کنه آمودرم این توضیحات و کودها واسه شما مفید باشه حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید و اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت ها به بگید تمام این کدایی که نوشتیم توی قسمت دیسکریپشن لیک گیتابش رو گذاشتم میتونید از طریق هاب این کدها رو دانلود کنید و ازشون استفاده کنید ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید خب دوستان تا ویدیوهای بعدی شاد و موفق باشید خدا نگهدارتون